به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شکوه و بزرگی ما برده اند، همه پادشاهان ما مرده اند. بنا کرده ام کاخ دادی بلند، که از آن رنج و درد و بلا بردند. انجمن پادشاهی ایران هوشنگ رادخو با درود به هموطنان گرامی، در پی تلاش شبان و روزانه من برای رهایی میهن گرفتار از دست انیران جمهوری اسلامی و چنگال اهریمن، همیهنان گرام به این اندیشه افتادم که ما باید مسائل پوشیده رو با مردم در میون بذاریم و همیهنان ما به ویژه کسانی که در واقع پایبندان شاهنشاهی ایران هستند، پندارشون بر این هست که شاهنشاهی ایران یعنی شاهنشاهی خاندان پهلوی، که من امروز در این رابطه سخن خواهم گفت، نه اینکه من ضد خاندان پهلوی باشم، نه به راستی. هیچ کس به اندازه من امید به پادشاهی پهلوی نداشت و هیچ کس به اندازه من هم از این خانواده ناامید نیست. همونطور که شما هموطنان گرام میدونید، من پژوهشگر این تاریخ هستم و تاریخ اخیر ایران رو، تاریخ معاصر رو، من از کتاب کسی نخواندم و جامعه رو خوندم و 120 سال گذشته تا 180 سال گذشته رو من از دهان همیهنان آموختم. من امروز میخوام برای سلطنت طلب ها سخن بگم و بگم که براستی این سلطنت طلب ها کی هستند و چی از جون ملت ایران میخوان. ما اگر از انجمن پادشاهی ایران سخن میگیم، حسابمون رو از دیرباز ما از سلطنت طلب ها جدا کردیم، ولی اگر احترامی برای دو پادشاه پهلوی داریم، نه به خاطر اینکه اینا وارثان کوروش یا داریوش هستند، نه، به خاطر اینکه پس از 1400 سال ما تونستیم دو تا پادشاه ایرانی داشته باشیم که برای مدتی در واقع دست به اصلاحات و تغییراتی در این سرزمین زدند و این دو براستی مهربان هم بودند. اگر به ستاپ این اتاق من توجه کنید، من سمت چپ من رضا شاه بزرگ هست، من احترامی برای این پادشاه ایرانی دارم و کنار رضا شاه بزرگ در قسمت سمت راست فرتور فولادوند گرامی هست که با امضای ایشون هست و در قسمت سمت راست من فرتور شاهنشاه آریامهر هست. بالا سر من سخنان کوروش هست
و من براستی به شاهنشاهی ایران افتخار دارم و سربلند هستم از این تاریخ و از این در واقع شاهنشاهی. ولی مطلبی رو که میخوام امروز برای شما هم میهنان گرام باز کنم ربطی به احترام من به این دو پادشاه و دیگر شاهنشاهان ایران نداره، بلکه من با پاجنام در واقع پژوهشگر تاریخ وظیفه دارم که دانسته های خودم رو با همیهنان گرامی و مشکلاتی که امروز بر سر راه پیوند ملی و مردمی هست برای شما هم میهنان بازگشایی بکنم. بارها و بارها من تاریخ ایران رو از روزهای نخستین برای شما هم میهنان گرام گفتم و امروز ما یک برشی از این تاریخ رو به سرعت برای شما هم میهنان میگیم که اشکال ما و در واقع کجا هست و ما از کجا پا به این میدان گذاشتیم. ایرانی هایی که چند هزار سال پیش در این سرزمین زندگی می کردن در زمان قدرت دولت بابل همه روزه مورد تهاجم این قوم وحشی و به قول معروف اشغالگر بودن. بارها و بارها گفتم که ایرانیانی که در بابل بودن ایرانیان کور بودند. ما ایرانی چشمدار در بابل نداشتیم و اینها می اومدن و این مردم آرام رو و این مردم متمدن رو به زور شمشیر می رو بودند و به برده تبدیل می کردند و کور می کردند و در سرزمین بابل به گاواهن می بستند. هم میهنان گرام، می تونه این مسئله در واقع سربلندی ما رو و غرور ما رو خدشه‌دار بکنه، ولی خب زمانی که ما با واقعیت تا زمانی که ما با واقعیت روبرو نشیم و مشکلمون رو به گونه مجرد بررسی نکنیم نمیتونیم درمانی برای این مشکل تاریخی داشته باشیم. و اولین شاهنشاهی ایران شاهنشاهی ایلام تشکیل میشه و دولت بابل به زانو در میاد، دوباره قدرت میگیره، دومین شاهنشاهی ایران شاهنشاهی ماد تشکیل میشه و دوباره بابل به زانو در میاد، سومین سلسله شاهنشاهی ایران تشکیل میشه و این بار بابل قائلش در واقع پیچیده میشه و کوروش بزرگ بنیان دیگری رو در جهان میذاره. پس از شاهنشاهی هخامنشی و انقراض اون به وسیله اسکندر و متمدن‌های یونانی و دموکرات‌ها، خب میخوام توجه کنید هم میهنان گرام، دموکرات‌ها، دموکراسی، جمهوری، شما که نشستید توی این روم‌های پلتاک و نمیدونم فیسبوک سخن از دموکراسی و جمهوری به میون میارید، تخت جمشید ما رو اینا با هیزم پر کردن و سوزاندن، 20,000 سرباز ایرانی رو سر زدن و سرشون رو سر نیزه
گذاشتن و المپیک به راه انداختن روز پس از پیروزیشون. درسته که بابل از بین رفت، ولی کنار ما روم و یونان این بار قدرت گرفت. تا دلاوران اشکانی پا به میدان گذاشتن و سپاس من بر این خاندان و شاهنشاهی پارت توانستند که سرزمین ما رو از چنگال در واقع دموکرات ها رها کنند و شاهنشاهی ایران رو دوباره بنیان بذارن. پس از اون دولت ساسانی بر روی کار میاد که یک بار من گفتم شاهنشاهی اشکانی شاهنشاهی هخامنشی در پارت است و شاهنشاهی ساسانی شاهنشاهی هخامنشی در ساسانی یا لور هست. پارت یا خراسانی، ساسانی یا لور. پس از ساسانیان اقوام چادرنشین و بیابانی این سرزمین رو مورد تهاجم قرار دادن. درسته که اسکندر کشور ما رو ویران کرد، ولی از اونجا که تهمانده تمدنی از ما درش بود و اینا آشنایی با فرهنگ ایران و دانش ملت ایران داشتند، به گونه تازه این سرزمین رو ویران نکردن. ولی از گاهی که تازه پا به این میدان گذاشت، همیهنان گرامی، این سرزمین در یک سراشیبی دراز افتاد که هنوز هم هست. به قول فردوسی گرام، نشیب دراز است پیش فراز. کاش به همین جا ختم می شد، تمام می شد و ما یک دشمن داشتیم و تکلیفمون رو با این یک دشمن یک سره می کردیم، همونطور که اسپانیایی ها کردن. پس از 200 سال مأمون عباسی پای ترک های ماورای سیحون و جیحون یا سیردریا و آمودریا رو به این سرزمین باز کرد. دشمنان تاریخی، دشمنانی که در زمان کوروش در جنگی با کوروش در اثر یک حادثه کوروش رو کشتند. پس از شاهنشاهی هخامنشی اینا به ایران هم اومدند و حتی نام سیستان و بلوچستان رو اینا در واقع تغییر دادند و نام سیستان و بلوچستان در گذشته تاریخ ما زرنگار هست و اینها به سگستان، در واقع سگها، سگستان تغییر دادند و در این سرزمین ماندن بخشی از اینا و خب متمدن هم شدن. ولی اون بخشی که در ماورای سیردریا و آمودریا زندگی می کردن خب وحشی بودن تا دیوار چین. و چی بود؟ چینی ها به خاطر مزاحمتی که اینا برای مردم متمدن چین در واقع ایجاد می کردن دیوار کشیدن جلوی اینها. و کاش ما هم کشیده بودیم. مأمون عباسی ترک ها رو وارد ایران کرد و اولین سلسله سلطنت ترک در ایران با محمود غزنوی آغاز شد.
پس از غزنویان سلجوقیان اومدن سر کار، پس از سلجوقی خوارزمی و این بار بلای خانمانسوز دیگری از ترکستان به سمت ایران سرازیر شد و به سمت جهان. چنگیز مغول با شمشیر هم میهنان گرام 25 میلیون آدم کشت. شما از بمب اتمی میترسید؟ بالاترین روایتی که ما از کشتار بمب اتمی هیروشیما داریم 80 هزار نفره و پایینترینش 20 هزار. 25 میلیون آدم رو چنگیز ترک با شمشیر کشت. در خلای لشکرکشی چنگیز این بار نوبت ترکای چادرنشین و دونپایه شد. از جمله این ترکای دونپایه و میهنان گرام ترکمنها هستند، قاجارها هستند، افشارها هستند که سر اینها ندرقلی پسر امام قلی قراقلو هست که الان شوربختانه به نادرشاه افشار در واقع در تاریخ ما یه جایی بر خودش باز کرده و آقا محمد خان قجر در واقع که این آقای سعید نفیسی هم به کمک ما بلند شد و مطلبی رو نوشته بود که این حاج آقا محمد خان گفته بود که قبایل ترکی که در ایران زندگی میکنن نباید به جنگ با هم بلند شند که دشمن یعنی ما ایرانی ها به قدرت نرسیم. در کنار این دو قومی که خدمت شما گفتم به جهت اهمیتی که داشتن و جایگاهی که در این تاریخ اشغال کردن، هم میهنان گرامی و صدماتی که به ما زدن، اقوام دیگری هم وارد این سرزمین شدند مثل قرقویونلو. اینا کسانی بودند که پرچمشون گوسفند سیاه روش بود، نه استوانه کوروش یا فروهر پندارونیک یا گفتارونیک یا درفش کاویان، نه یه پارچه‌ای داشتند و گوسفند سیاه روش بود. و قوم دیگری آق قویونلو، اینا هم یه پرچم داشتن که گوسفند سفید روش بود، پرچم ملی این قوم. و اتابکان بودند، ترکای قزلباش بودند. عرض شود خدمت شما که اینا این سرزمین رو تصاحب کردند. مردم ایران هم که دست بسته بودند، یک بار توسط عرب تازی در واقع علاقم شد، یک بار توسط چنگیز مغول تار و مار شد، یک مطلب رو از قلم انداختیم، و یک بار توسط تیمور لنگ علاقم شد که تیمور یه سلسله دیگری از خودش به جا گذاشت و اون سلسله صفویه بود که از دنباله در واقع تاتارها هستن. هم میهنان گرام، اگر میبینید که شاه سلطان حسین سینه میزنه نمیدونم دست را میندازه برای اینکه ترکه، یا نمیدونم شاه اسماعیل اون بساط رو درست میکنه که من الان براستی وقت این رو که بخوام برم توی تاریخ بگم شاه اسماعیل کی بود و نمیدونم شاه عباس چه کرد و اینا ندارم. هم میهنان گرام، این سرزمین 1200 ساله که زیر شمشیر مستقیم ترکا هست و نمیدونم زمان شاه عباس بود. به راستی من آرام میشه که نام شاه رو روی اینا بذارم.
شوربختانه خب اینا تو این فرهنگ تو این سرزمین یه جایی برای خودشون باز کردن و به زور به قول معروف به قول فولادوند اولدورم بولدورم نام پادشاه هم شاه رو هم روی خودشون گذاشتن و یه ایل دیگری رو هم درست کردن توی آذرآبادگان به نام ایل شاهسوان که یعنی دوستداران شاه تاتار، که یکی از اینا اخیراً دیدم که با آقای رضا پهلوی دست داده و سرش هم به شیوه شاه اسماعیل به قول معروف تراشیده و عرض شود خدمت شما که متعهد شاهزاده رضا پهلوی شده. کاری نداریم. برای من همه این کسانی که توی این سرزمین زندگی میکنن، تو چه ترک چه عرب چه بلوچ چه ایلامی چه پارت، براستی هیچ فرقی نداره و از نظر من همه اینها ایرانی هستند و قابل احترام. تا اونجا که به کیان این سرزمین وفادار باشن و برای ملت ایران بخوان کاری انجام بدن، من سپاسگزار این کسان هم خواهم بود. فکر میکنم که من چیزی در ارتباط قبائل ترک از قلم ننداختم. همیهنانی که سخن شاهنشاهی ایران رو میشنون و در گام نخست مقاومتشون شروع میشه، بخشی از اینا آگاهانه در واقع این کار رو میکنن و بخشی هم ناآگاهانه. پادشاهی ترک رو در ایران دیدن و آگاهی هم از شاهنشاهی ایران ندارن و خیال میکنن که سخن شاهنشاهی یعنی پادشاهی آقا محمد خان یا ناصرالدین میرزا یا پادشاهی نمیدونم عباس صفوی یا حسین صفوی یا محمود غزنوی یا سنجر مثلا سلجوقی یا سلطان محمد خداونده نمیدونم خارزمی یا عطابک نمیدونم زهرمار و دیگر کسان. مطلب تا اینجا یادمون نره، از اینجا سخن دیگری رو خدمت شما هموطنان به عنوان یک پرانتز بگم و اون اینکه همیهنان ما در آذرآبادگان ترک نیستند. هموطنان، ما در ایران ترک نداشتیم. با شمشیر ترک های ماورای سیردریا و آمودریا زبان ملت ایران رو تغییر دادن. ما به خاطر احترامی که برای تمامی هممیهنانمون داریم زبان ترکی رو هم به رسمیت میشناسیم. حتی بازماندگان تیمور، بازماندگان چنگیز و تمامی ترک ها رو مثل برادر خودمون دوست داریم و احترام میذاریم. ولی خواستم که ریشه تاریخی این کسان رو بدونید. همیهنان گرام، هر یک از این قبائل در زمانی که وارد این سرزمین شدن با شمشیر اومدن. کسی با گرین کارد نیومد، یعنی بیاد و وارد مثلا مانند کسانی که وارد ایالات متحده امریکا میشن با اجازه دولت امریکا وارد این سرزمین میشن و احترام برای قوانین مدنی این سرزمین دارن، برای قانون اساسی این سرزمین دارن و سپاسگزار این سرزمین به عنوان میزبان هستن و زندگی میکنن. ولی در ایران اینگونه نبود گرامیان. کسی با گرین کارد یا نمیدونم دعوتنامه وارد نشد، همه با شمشیر اومدن. مثلا آقای آدولف هیتلر که راه افتاد تو اروپا
با اجازه وارد نشد، با ارتشش وارد شد. و در ایران هم همین اتفاق افتاد. تمامی اینا با شمشیر اومدن و همه برای کشتار و غارت اومدن. کسی برای همزیستی مسالمت آمیز در ایران وارد این سرزمین نشد. خب موندن، مقاومتی هم نبود، ملتی هم نبود که در واقع بخواد هژمونی فرهنگی و برتریش رو در واقع به کرسی بنشونه و اینها هر یک قوانین و یاسای خودشون رو در این سرزمین به مورد اجرا گذاشتن. و چنانچه این تاریخ رو ورق بزنید، جنایات اینها رو میبینید به راحتی. مثلا تیمور لنگ از سر آدم ها کوه درست میکرد مثلا، یا ندرقلی قراقلو مثلا یه سپاه داشت به نام سپاه تبرزن، سخن میگفتی گردن تو خیابون میزدن. این نادرشاه افشار. عرض شد خدمت شما که قاجارها هم دیگه به قول معروف لازم به توضیح نیست برای شما. تا اینکه شرایط جهان تغییر کرد، نیروهای روشنفکر در اروپا پا به میدان گذاشتند و یواش یواش سخن هیومانیزم عرض شد که دگرگونی در فلسفه ایجاد شد با آمدن هگل، با آمدن در واقع فلاسفه‌ای مثل نیچه، مثل شوپنهاور و مثل دیگران. تغییراتی در دانش مردم اروپا حاصل شد و شانسی که مردم ایران آورد همزمان شد با در واقع آخرای دولت قاجار. دولت قاجار هم میهنان گرامی دیگه قدرت حاکمیت در ایران رو نداشت، یعنی به انقراض خودش رسیده بود به خاطر نادرستی هایی که انجام دادن و عدم درک صحیح از در واقع میهن، وطن، کشور، مردم، کشورداری، عدالت اجتماعی و دیگر به قول معروف جستارها داشتن. اینها به انقراض کشیده شدن. دولت های خارجی به سرکردگی انگلستان دنبال طرف قرارداد میگشت در ایران. قاجارها دیگه طرف قرارداد خوبی نبودن، مثل الان که جمهوری اسلامی طرف قرارداد خوبی دیگه برای جهان نیست. نه تنها اشکال با در واقع این آدم خورها دارن مردم جهان، البته دولت های جهان، مردم جهان هم به لحاظ عقب ماندگی های فرهنگی اینها و تضادهای در واقع وحشیانه اینها با تمدن راستی دل خوشی از اینا ندارن. این وضعیت در آخر دوران قاجار در ایران پیش اومد. دولت انگلستان پی چاره گشت و اشتباه بزرگی هم کرد. البته اشتباه به نفع ما در اومد. به جای اینکه این بار بره سراغ یک خانواده ترک دیگری، نمیدونم از قرقویونلو یا از اتابک یا از نمیدونم بازمانده افشاری، قاجاری، این یک ایرانی بخت برگشته به نام رضاخان میرپنج رو پیدا کرد. رضاخان بنابر پیشنهاد دولت انگلستان کودتا کرد در ایران. همین رضاخانی که سمت چپ من هست و من احترام دارم برایشون به خاطر اینکه یک پادشاه ایرانی بود و بقیه مطلب رو خدمت شما خواهم گفت. شانس ملت ایران دوباره به قول معروف در خونش رو زد.
و یک شوربختی در واقع کنار این شانس. کاشکی دولت آلمان فاشیست نبود، هم میهنان گرام. کاشکی هیتلر آدم کش نبود. کاشکی اینا از یک فلسفه نادرستی پیروی نمی کردند. کاشکی دعوای اینها سر تقسیم جهان بر مبنای فاشیسم و آدم کشی نبود گرامیان. کاش نبود. و شما هم میهنانی که میبینم بعضی از شما افسران نازی رو نماد در واقع آرهای فیسبوک خودتون کردید، دست بردارید. اینا به اندازه کافی جنایت در جهان کردن. از شبه خدمت شما که این بار آلمان نازی از رضاخان میرپنج یا پادشاه ایران پشتیبانی کرد به خاطر اینکه بیاد و نفوذی در ایران داشته باشه. این رو من به شما بگم، اگر هیتلر میماند ما رو هم تکه پاره میکرد. این رو به شما بگم، ما زیاد به قول معروف تفاوتی با یهودی ها نداشتیم که یهودی ها خیلی هم برتر از ما بودن در گاهی که مورد به قول معروف هجوم هیتلر قرار گرفتن. برتر به لحاظ دانش، برتر به لحاظ تمدن. راستی تمدنی، فرهنگی، هیچ چیز در ایران باقی نمونده هم میهنان گرامی. اگر کسی سخن از شاهنشاهی ایران، فرهنگ ملی به میون بیاره، نباید باعث اشتباه شما بشه. اگر هیتلر میمون پدر ما رو هم در می آورد. پشتیبانی هیتلر از رضا شاه، رضا شاه بزرگ، باعث شد که اینا تغییرات و اصلاحاتی در ایران بدن. اگر در ایران رضا شاه دانشگاه ساخته میشه، رضا شاه دانش این رو که رضا شاه بخواد مثلا دانشگاه در ایران درست کنه نداشت. میهنان گرام، اگر در ایران دادگستری درست میشه، اگر راهنی درست میشه، اگر دولت فاشیستی آلمان نبود، ادامه پادشاهی رضا شاه با ماشین دولتی که در اختیار داشت ادامه پادشاهی یا سلطنت قاجار می بود. تمام کارگزاران دربار شاهنشاهی ایران در زمان رضا شاه بزرگ قاجارها بودند، هم میهنان گرام، و اینها زمام امور رو به دست داشتن. تنها چیزی که نداشتن پادشاه نداشت، مجلس رو در اختیار داشتن، اتحادشون رو با عرب داشتن و حتی خود رضا شاه بزرگ هم با توافق روحانیت به قول معروف پادشاهی ایران رسید. برید اینا رو میگم که همه با خبر بشید که من به عنوان یک پژوهشگر تاریخ و چرا سخن از شاهنشاهی ایران به میون میارم، چرا مثل بقیه شما دنبال رضا پهلوی نمیدونم، هم میهنان گرامی دلایل منطقی اون رو و مینوی اون رو یا معنوی به قول معروف بدونید. رضا شاه به اصلاحاتی دست زد در تضاد با بخشی از روحانیتی که مخالف ایشون هم بودن قرار گرفت، بخشی رو سرکوب کرد و بخش دیگر رو به قول معروف حفظ کرد تا متفقین وارد ایران شدن. خب مشخص است کسی که مورد تایید آلمان نازی هست سر کار میره. شما اگه رئیس یک شرکت هم بشید، رؤسای بخش رو میاید به میل خودتون تغییر میدید. رضا شاه بزرگ رو سوار ماشین کردن و از ایران بیرون کردن و یک نفر هم نگفت آقا این شاه ما رو کجا میبرید، حالا شاه ما یه اشتباهی کرده، نمیدونم
عرض شود که درخواست دوستی نمیدونم هیتلر رو هم پذیرفته، ما ملت ایران چه گناهی داریم؟ ما که فاشیست نبودیم، که پادشاه ما هم که فاشیست نبود، هم میانان گرامی. در حال ایشون رو سوار ماشین کردن از ایران بردن بیرون و من یه بچه جوان، سمت راست من شاهنشاه آریامهر، پدرش رو بردن و ملتی هم نداره، ارتشی هم نداره، هم میهنان گرام در تمامی ایران. من یک بار فکر میکنم این مطلب رو این جستار رو گفتم، چرچیل برآوردی که کرده بود اگر وارد ایران بشن 30 تا 40 هزار کشته رو دست متفقین میمونه برای ترگیر دادن پادشاه ایران. ولی موقعی که اینا وارد ایران شدن، یک سرباز پوزش میخوام، یک پاسبان در کرمانشاه فقط یه تیر هوایی خالی کرد. هیچ کس نه مقاومتی، برای که نه کسی کشوری میشناخت، نه کسی وطنی میشناخت. این در واقع میراث قاجار بود و میراث افشار بود برای این سرزمین و دیگر ترک های ماورای سیر دریا و آبون دریا. نه وطن پرستی، نه میهن دوستی، نه نمیدونم کشوری، هیچ چیز. یک پاسبان یه تیر هوایی در مقابل ارتش متفقین. شاهنشاه رو گذاشتن بیخ دیوار، شاهنشاه آریامه رو، آسته میری آسته میای که گربه شاخت نزنه، هر چی میگیم باید گوش بدیم. چیکار میکرد پادشاه؟ ملت که نیست، ملت ایران 1400 سال پیش منقرض شد، دولت نیست، دولت ایران همه قجر نشستن گوش تا گوش، سیبیلا بناگوش در رفته به قول معروف. خب ارتش هم که نیست، دانش هم که نیست، پشتیبانی هم که نیست. خب چه میکرد شاهنشاه آریامهر؟ میگفت نه من نمی کنم. خب یه قجر میومد سر کار، شاید هم نمیومد، یه افشار میومد سر کار، شاید هم نمیومد، هم میهنان گرامی. اگر متفقین که آگاه به تاریخ ما و فرهنگ ما هستند، اینا کوروش رو به من و شما شناسوندن، اینا خط میخی منو خوندن، اینا فردوسی من رو به من شناسوندن و گورش رو پیدا کردن، ما که با خبرش نبودیم. تا 180 سال پیش ما به تخت جمشید میگفتیم تخت سلیمان، مثلا کسی با خبر شاهنشاهی هخامنشی و نمیدونم ساسانی و اشکانی نبود. واسه پاسگزار اینها هم هستیم، همیهنان گرام. این رو من میخوام شما متوجه بشید که مشکلات ما کجا هست. شاید هم کس دیگری به جای پادشاه میومد که میتونست تغییرات بهتری در این سرزمین بده. آیا با سخنانی که گفتم، با شرایط ایران، کسی کار بهتری از شاهنشاه آریامهر میتونست انجام بده؟ شاید آره، شاید نه. من به عنوان یک پژوهشگر نمیتونم به قول معروف، یه نفر به من گفت آقا این خبر که من میگم راسته دروغه؟ گفتم گرامی من از راست بودن اون هیچ آگاهی ندارم، چطور میتونم رأی بدم که دروغه؟ مطلب بر سر این هست که ما راستی نمیدونیم چه اتفاقی میافتاد. اگر شاهنشاه آریامهر سر کار نمیومد، کی میومد و چه تأثیراتی با شرایط ایران، با به قول معروف شرایط جهانی میتونست در این سرزمین داشته باشه؟ شاهنشاه شد غلام حلقه به گوش غرب، سخنی درش نیست، احترام براش دارم، بالا سر من هست. بدون اجازه غرب شاهنشاه ایران آب نمیخورد. دولت شاهنشاه ایران دوباره همون ترک ها بودن، قاجارها و بقیه، گوش تا گوش، از نخست وزیرش بگیر تا وزیرش تا نمیدونم نماینده مجلسش، خان و خانبازی. و دیگه ما این تاریخ رو صدها بار برای شما همیهنان گرامی گفتیم.
کار به جایی رسید که این پادشاه مسلمان، اگر کسی بگه پادشاه ایران مسلمان نبود، به من زنگ بزنه، من پاسخش رو با دلایل و اسناد تاریخی خدمتش بدم. پادشاه ایران خمینی رو در کنار خودش پرورش داد و روحانیت رو. اگر یک کتاب میخوندی مال نمیدونم صمد هفرنگ، صمد پشرنگ، نمیدونم بیرنگ، نمیدونم فلان، میگرفتن ناخونتو میکشیدن. مثلا آدمی مثل گل سرخی رو، یه آدم بی ارزه، بی سواد، بی خرد، نادانی مانند گل سرخی رو گرفت مثلا کشید بالای دار. براستی اگه میدادن دست من این گل سرخی رو، من یه دونه اینطوری با پشت دستم میزدم تو صورتش، بدم برو گم شو مرد دیگه، برو هر غلطی که از دستت برمیاد بکن که بیای وایسی تو دادگاه بگی حسین، من از حسین تازی علی. خاک بر سر شما، براستی کسانی که نماد شما گل سرخی هست. پادشاه ایران روحانیت رو حفظ کرد، ژنرال های ارتش شاهنشاهی ایران رو در زندان وادار میکرد که برای خمینی چای ببرن، با احترام ایشون رو وارد به قول معروف عراق کردن، وارد ترکیه رو عراق کردن و ماندن. ایشون یک باورمند مسلمان بود و این باورمند مسلمان قابل مقایسه هست با یزدگرد سوم. یزدگرد سوم شاهنشاه ساسانی یک مذهبی باورمند و یک موبد زرتشتی بود خودش. در کنار این موبد زرتشتی موبد دیگری بود مانند سلمان پارسی که تازی نامه رو می نویسه و اون به قول معروف آشوب رو در ایران اون روز به راه انداخت، دین درست کرد و حمله کرد و کشور ما رو منقرض کرد. براستی این شاهنشاه ما قابل مقایسه هست با یزدگرد و سلمان پارسی قابل مقایسه با خمینی. یک موبد ناراضی در زمان یزدگرد زد بیرون، شاهنشاهی ایران رو، کشور ایران رو منقرض کرد و ما رو به بیچارگی و فلاکت انداخت. یک روحانی بیمار دیگری در کنار شاهنشاه آریامهر زد بیرون و برگشت کشور من رو ویران کرد. از این شاهنشاه ما یک فرزند داریم، آقای شاهزاده رضا پهلوی. ایشون هم مسلمونن. ما هیچ قصد بی احترامی و توهین برای ایشون نداریم. ما هرگز ندیدیم که بگه ما میخواییم آقا بساط این در واقع مسلمانان تاریخی رو از ایران جمع کنیم. ما هم هیچ دعوایی با مسلمون ها، با دین کسی هم میهنان گرامی نداریم. بالا سر من اعلامیه کوروش بزرگ است بر طبق منیفست با آزادی اندیشه هست. مارکسیستی، نمیدونم مسلمانی، نمیدونم ماویستی، هر چه میخوای باش. مگه در امریکا مارکسیست ها زندگی نمی کنن؟ مسلمون ها مگه نیستن؟ مگه ماویست ها نیستن؟ کسی مگه به کسی کاری داره؟ هم میهنانی گرام. ولی کسی شمشیرم نمیتونه اینجا دستش بگیره و ما در ایران نمیذاریم کسی شمشیر دستش بگیره با اجرا کردن منیفست انجمن پادشاهی ایران. ما شمشیر رو از دست دشمن میگیریم، کسانی که میخوان در واقع سوار مردم بشن. ولی اگر کسی باور مذهبی داره، نمیدونم میخواد دینش دینه، نمیدونم مردم بیابانگرد عربستان، نمیدونم 1400 سال پیش و هر به قول معروف مردمی باشه، ما کارش نداریم. تفتیش عقاید که نداریم در این سرزمین. از شاه ما، از شاهنشاه ما یک شاهزاده مسلمان باقی مونده که ما در این 33 سال هیچ تضادی بین ایشون و جمهوری اسلامی ندیدیم.
یعنی با قدرت مالی که ایشون داره، اگر در این 33 سال میخواستند علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنن، امکان این رو داشتن. ولی ما هیچ مبارزه ای رو ندیدیم. حالا ممکنه شما همیهنان بگید که خب دولت‌های خارجی اجازه نمیدادن. خب ندن، دولت‌های خارجی مثلا از حرف رضا پهلوی اگر می اومد بر علیه حاکمیت جمهوری اسلامی سخنی میگفت خوششون نمی اومد. خب از حرف من خوششون نمیاد. مگه من باید توجهم رو، کشورم رو در واقع بذارم کنار و ببینم که دولت‌های خارجی چی میخوان؟ من فکر نمی کنم. تا اونجا که من بررسی کردم جهان رو، سیاست بین المللی رو، کسی اینطوری دنبال کسی باشه که به آقا شما نمیدونم به فکر میهنت کشورت نباش. نه، اینطوری نیست. در خارج از میهن، هم میهنان گرامی، یک ثبات سیاسی ایجاد شده و این ثبات سیاسی یک تصوری در مردم جهان به وجود آورده که ما، من و شما با احمدی نژاد فرقی نداریم. حالا ما ممکنه مثلا بیایم و ادعای اپوزیسیون بکنیم، میگه خب این دعوا سر قدرت داره، فرهنگش که همون فرهنگه، اگر نبود پس اینا چی میگن اونجا؟ ببین همیهنان گرامی، شما نگاه کنید، در دل پادشاهی پهلوی خمینی زاده میشه و میاد و کشور منو بر میگردونه به 1400 سال گذشته. در دل پادشاهی یزگردم همینطور. تفاوتی هست به راستی بین مردم در زمان پادشاه و مردم در زمان خمینی؟ تفاوتی هست؟ مردم دیگری از کره ماه اومدن گفتن که خمینی خمینی؟ اون تظاهرات رو خارجی ها اومدن کردن یا ایرانی ها کردن؟ همیهنان گرامی، آیا این بستر در زمان شاهنشاهی و پادشاهی پهلوی آماده نشد؟ مگر فراموش کردید که روحانیت سینماها رو میخرید تبدیل به مسجد میکرد؟ نمیدونم، فدایان اسلام آدم میکشتن، وزیر بکش، وکیل بکش، کسی به اینا کاری نداشت. حالا یه دونه کتاب میخوندی، با ببریم زندان پدرشو در بیاریم. ولی کی هستن اینا؟ کی بودن؟ کی بودن براستی این کسانی که بگیر و ببند زمان پادشاه را انداختن؟ جز ترک ها کسی دیگری گرامی من نبودن، گرامیان من. مردم آذربایجان رو من ترک نمیدونم. من هر چند دقیقه باید، هر باری که من سخن از ترک ها به میون میارم باید یه پرانتز باز کنم. مردم آذربایجان ترک نیستند، ترک زبانند. به زور شمشیر قرقویونلو ترکی سخن میگن، این رو فراموش نکنیم. ترک ها که وارد این سرزمین شدن و در دستگاه حاکمیت و پادشاهی بر خودشون و سلطنت به راه انداختن، ترکی حرف نمیزنن گرامیان من. اینا همه پارسی سخن میگن، شیواتر از من و شما، شعرم میگن. باور کنید رفته بودم توی چیز، توی اینترنت داشتم سرچ میکردم، دیدم ای قنجرها از شاهنشاهی ایران سخن میگن. خب اشکال نداره، من سپاسگزارم هستم. ولی همیهنان گرامی، آیا وجرها حاضرن پشت من بیستن؟ آیا این شاهزاده مسلمان حاضر پشت من بیسته؟ براستی سوگند، جهان در آینده به من احترام خواهد گذاشت و درود خواهد فرستاد، برای که بنیانی گذاشتم متفاوت. منیفستی رو که من نوشتم در جهان بی نظیره. بنیانی رو که گذاشتم هم میهنان گرامی، تا
تمامی اشکالات تاریخ رو بررسی کردم. اگر شاهنشاهی هخامنشی با اشکالاتی روبرو نبود و اگر درک درستی از قانونمندی های اجتماعی می داشت منقرض نمی شد. اگر شاهنشاهی اشکانی درک درستی از قانونمندی های اجتماعی می داشت منقرض نمی شد و همچنین شاهنشاهی ساسانی، همچنین شاهنشاهی ماد، همچنین شاهنشاهی ایلامی، پنج شاهنشاهی، شاهنشاهی منقرض شده ما در این سرزمین داریم. آیا افشارها که من به عنوان ایرانی به رسمیت میشناسمشون حاضرن پشت من بیستن؟ حالا از کوروش صحبت کنن. آیا دیگر قبائل ترکی که در این سرزمین در پادشاهی پهلوی زمام امور رو به دست داشتن، ساواک و نمیدونم ارتش رو، همه این جنرالایی که دیدین همه ترک بودن؟ ترک و عرب و تاتار و مغول و الا گرامیان من، چطوری میشه که زمان رضاشاه یه پاسبان یه تیر هوایی خالی میکنه، در زمان شاهنشاه آریامهر دیگه اصلا ارتش متفقین لازم نبود، یک سرباز اومد رفت نشست تو هتل، یه هتل، گفت آقای پادشاه بفرمایید. به قول فردوسی گرامی، درختی که کاشتی آمد به بار. خمینی به بار اومده و شما بفرمایید، و خودشم البته زیادم ناراضی نبود از این مطلب. تمام اینایی که میبینید آی نمیدونم پادشاه ما فلان شد و نمیدونم داستانی رو من برای شما بگم. اگر این سرزمین، اگر ارتشی ها و دلاوران ایرانی که در این سرزمین بودن میخواستن جلوی خمینی رو بگیرن، کار ساده‌ای بود. آقای اویسی ارتش بود، اویسی به پادشاه گفت اجازه بده من این آشوب رو بخوابونم. گفت نه، گفت شما از ایران برید بیرون، من این آتش رو و این آشوب رو میخوابونم، شما برگردید و منو بگیرید اعدام کنید به جرم نافرمانی و کشور رو تصاحب کنید. گفتن نه. پرسید که شاهنشاه، من سالیان دراز خودم رو غلام جان نثار شما معرفی کردم و یادم پای مهنامه ژاندارمری می نوشت غلام جان نثار ارتش بود غلام علی اویسی. فقط یک پرسش از شما دارم، آیا به شما گفتن که بگید نه یا شما بگید نه؟ گفت من پاسخی به شما نمیدم. برگشت، از همونجا دست زن و بچهش رو گرفت و اومد بیرون. اولین کسی که در خارج از میهن ترور شد توسط جمهوری اسلامی همین ارتش بود دلاور کشور ایران بود. چرا؟ اگر میموند این ارتش بود میتونست مقاومتی در مقابل این آدم خورها سازمان بده. همیهنان گرام، آنچه که در ایران گذشت به راستی یک توافق، یک کوتاهی، یک ایمان، یک باور مذهبی، یک نمیدونم هر چه که میخواید اسمش رو بذارید، گذشت این دوران. همیهنانی که فکر میکنید رضا پهلوی میتونه این جنبش رو بر علیه جمهوری اسلامی رهبری کنه، سخت اشتباه میکنید. اگر میخواست تا به حال کرده بود،
شما یه جا به من نشون بدید که این آقا در خارج از میهن یک مبارزه ای رو به جریان انداخته باشه. همیشه منتظر هستن که به قول معروف کشور رو تحویل ایشون بدن، همون گونه که به پدرشون تحویل دادن. ولی این اتفاق نمیافته گرامیان. شاهزاده رضا پهلوی به پادشاهی نخواهد رسید. دلایل به قول معروف متعددی داره این مسئله. اولا خودش نمیخواد، خودش میگه من دموکراتم، من جمهوری خواهم. حالا کی میگه شما باید پادشاه بشید؟ همون کسانی که دور شاه بودن، زمینا رو داشتن، خونه ها رو داشتن، پولا رو داشتن، از کشور عربا انداختنشون بیرون، حالا میگن که نه آقا باید بشید. میگه بابا من دموکراتم، دموکراسی، نمیدونم جمهوری. میگن نه، شاهنشاهی، الهد پادشاهی، این تو میری اون تو میری ها نیست، باید پادشاه بشی. آقا من نمیخوام، آقا من نمیتونم، من اون آدمی که شما میخوای نیستم. ولی خب فردا دوباره یه جای دیگه میاد سخنرانی میکنه، چیکار کنه؟ نمیدونم حواسش جمع هست این شاهزاده چی میگه. من بارها و بارها به این شاهزاده گفتم یک راه بیشتر نداری. اگر میخوای نامی برای خانواده پهلوی در تاریخ ایران دست و پا کنی، یک راه داری و اون این که پای منیفستی رو که من نوشتم امضا کنی و من رو به رهبری انجمن پادشاهی ایران به رسمیت بشناسی. من رسمیت خودم رو دارم، من رسالت تاریخی خودم رو دارم، سخن خردمندانه و دلاورانه خودم رو دارم. من براستی نیازی به شما ندارم آقای شاهزاده. ولی گروهی از هممیهنان ما با سخنان شما سردرگم شدن. بیاید تکلیف مردم رو مشخص کنید، مخصوصا این به قول معروف کسانی که دور پدر شما جمع شده بودن و تک تک هر کدوم به خودشون برای خودشون دولتی داشتن و برنامه‌ای داشتن. تکلیف اینا رو مشخص کنید و بپذیرید رهبری انجمن پادشاهی ایران رو. این منیفست رو من روی سایت شما هم گذاشتم. من که میدونم شما پادشاهی و رهبری نمیخواید، میدونم این رو، چون نمیتونید بکنید. بارها و بارها گفتم رهبر باید رهبر زاییده بشه. میتونه آدم پادشاه بشه، رهبر بشه، رئیس بشه، این همه رئیس تو این ادارات هستن، ولی موفقیت از آن کسی هست که رئیس به دنیا میاد، مثل کوروش، مثل داریوش. اینا رئیس به دنیا میان، پادشاه به دنیا میان، مثل خشایارشاه. یه نفر رو میتونی تربیت کنی، ولی موفقیتی حاصل نخواهد شد آقای شاهزاده. و شما کسانی که نشستید و به قول معروف خودتون رو سلطنت طلب معرفی میکنید، وارد یکی از این رومهای پلتاک شدم، گفت شما دشمن منید. چرا آقا؟ شما اصلا من رو میشناسید؟ 50 سال از عمرم رو روی پژوهش این تاریخ و این فرهنگ و این ادبیات گذاشتم. از راه میرسم، من که نمیدونم کیه. یه آیدی بر خودش درست کرده، زهرمار 65 نمیدونم فلان هرچه. همیهنان گرامی، منیفست انجمن پادشاهی ایران حقوق تمامی مردم ایران رو با هر پیشینه تاریخی، با هر پیشینه تیره‌ای یا قومی، با هر زبان، با هر فرهنگ، با هر ادبیات، با هر خواسته تضمین کرده. ما هیچ قصد تفتیش عقاید در ایران نداریم.
پادشاه ما تفاوت داره با پادشاهی شاهنشاه آریامهر. پادشاه ما حقوق نداره، پادشاه ما نمیتونه بره لاس وگاس قمار بازی کنه، پول نداره. پادشاه ما باید خونه بسازه، اگر هم میره برای به قول معروف تفریح، شما نگاه کنید رؤسای جمهوری امریکا رو ببینید. کسی تا حالا دیده آقای اوباما بره مثلا توی کازینو بشینه قمار بازی کنه؟ نه، نمی کنن. در لول دیگری هستن اینا. هممیهنان گرامی، پادشاهی رو که من به شما معرفی کردم جای آفریدگار می نشینه. پادشاهی رو که من در این منیفست آوردم خود کوروش هست، با خردتر. خود داریوش هست، با خردتر. 80 سال 80 نسل با پوزش پس از اینا اومده این پادشاه. 80 نسل. خودتون رو با فرزندانتون مقایسه کنید، هوش و ذکاوتشون رو، وقت متوجه میشید که چقدر تفاوت داره. البته جامعه ایران در دوران کوروش وضعیتش از جامعه ایران امروز خب مسلماً برتر بود، سخنی درش نیست. ولی پادشاهی رو که من خدمت شما گرامیان گفتم با رضا شاه بزرگ فرق داره. با تمام احترامی که من برای ایشون داشتم و دارم و خواهم داشت، هم میهنان گرام، رضا شاه بزرگ اواخر عمرش دنبال به قول معروف زمین رو نمیدونم زمین بگیره، پادشاه ایران دنبال این بود که دو دنگ از این کارخونه از اون کارخونه نمیدونم فلان. ببینید احترامم رو دارم، ولی راستی نمیتونم چشمم رو به روی واقعیت‌های تاریخی بپوشونم. هم میهنان گرامی، شما میدونید که من تا چند ماه پیش سخنم رو با سرود شاهنشاهی آغاز میکردم. نه اینکه اون موقع من نمیدونستم، حالا میدونم. نه، چه میکردم در این تاریخ که بتونم کسی رو به عنوان یک پادشاه ایرانی به شما معرفی کنم؟ کیو داریم؟ اگر این شاهنشاه نبود، شاهنشاه آریامهر، به راستی این دستگاه دولتی که در ایران سر کار بود پوست ما رو کنده بود. لااقل این پادشاه پدری مهربان بود، ایرانی بود. من از شما هم میهنان گرامی که سخن من رو میشنوید درخواست میکنم که منیفست انجمن پادشاهی ایران رو، این 4-5 صفحه رو، خط خطش رو حفظ کنید، در درون و برون میهن به همه بدید. این یک دستک سربلندی، یک سند سربلندی ملی میهنی هست. هم میهنان گرامی، دموکراسی تا نهایت درش رعایت شده، فدرالیزم تا نهایتش، ماورای فدرالیزم، ماورای آزادی، ماورای دموکراسی، اقتصادش حساب شده هست. فرهنگ ایران رو، فرهنگ ملی رو گسترش خواهد داد، یکی از وظایف پادشاهه. همه چیز بازرسی میشه، از وظایف پادشاه هست. پادشاه حساب بانکی نداره، پول در خارج نداره. اگر حساب بانکی داشت، حسابش به قول معروف مصادره میشه. توسط مردم ایران پاسخگو باید باشه به انجمن پادشاهی ایران. پادشاه در ایران مسون خواهد بود، احترام خواهد داشت، همینطور که من به رضا پهلوی شاهزاده ایران بی احترامی نمی کنم. ولی ایشون کسی که بتونه این سرزمین رو از چنگال اهریمن رها کنه نیست. گرامیان، من با تمام آگاهی که از پادشاهی خاندان پهلوی دارم
من بی احترامی به اینا نکردم. برای من ایرانی پادشاه کیان پادشاهی هست که محترم هست. پادشاه در ایران مسون خواهد بود. چرا؟ برای اینکه کاری نمی کنه. باید خونه بسازه، باید بیمه درمانی برای مردم کم درآمد تهیه کنه، باید همه چیز رو بازرسی کنه، باید فرهنگ من رو گسترش بده. اگر فردا کسی این پادشاه رو مورد سوال یا استیضاح بخواد قرار بده، خب کسی هست که میگه خونه برای مردم که چرا ساختی؟ چرا بیمه درست کردی؟ چرا فرهنگ کوروش رو ترویج دادی؟ چرا بازرسی کردی که من مثلا سهام قلابی به کسی نفروشم یا رشوه نگیرم؟ خب این کس رو خب من اجازه نمیدم که پادشاه من رو استیضاح کنه. به خاطر همین پادشاه ایران مسون است. ولی اگر در حسابش پول بود، یه جای دنیا، یک جا، هر جا، در مقابل من و انجمن پادشاهی ایران، انجمنی رو که من انتخاب کردم، پاسخگو هست. هم میهنان گرامی، یاران بسیار دلاور و خردمندی در کنار من هستند و این انجمن از حالا تا انتهای تاریخ ایران خواهد موند. شاهنشاهی رو که من بنیان گذاشتم در این منیفست هرگز منقرض نخواهد شد. بر هیچ اصول جزمی این شاهنشاهی استوار نیست. بنیان فلسفی این شاهنشاهی، بنیان فلسفی ملت ایران، یا اگر به زبان غربی خواستید اگناستیسیزم، تئیزم هست. هم میهنان گرامی، اگر خواستید بررسی کنید، این شاهنشاهی هرگز منقرض نخواهد شد. این شاهنشاهی بر مبنای شناخت، دانش و قانونمندی کشور ایران در واقع استوار هست. به خاطر این من خیالم راحت هست که سخنی برای هزاران سال آینده ایران بنیان گذاشتم. شکوه و بزرگی ما بردند، همه پادشاهان ما مردند. بنا کرده ام کاخ دادی بلند، کزان رنج و درد و بلا بردند. پاینده ایران شاهنشاهی، انجمن پادشاهی ایران، هوشنگ رادخوب.